سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خانومهای بازیگری که توی این مدت کشف حجاب کردن. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. توی این روزهای سرنوشت ساز و تاریخی ایران، کشور عزیزمون، بعد از مرگ مشکوک مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی که برای گردش و تفریح به تهران اومده بود و متاسفانه بدن بیجونش به آرامستان شهرش برگشت، مردم ایران به خیابونها ریختند و اعتراضات سراسری شروع شد که الان حدوداً 54-5 روزه که این اعتراضات خاموش و آروم نشده. در این میان سلبریتی ها، هنرمندان، فوتبالیست ها و هر فرد سرشناسی که میتونسته کمکی کنه و دلش واقعاً با مردم بوده کاری کرده که نشون دهنده همراهی و همدلیش با مردم و همراهی با این اعتراضا باشه. دیروز هم خانم ترانه علی دوستی از جمله هنرمندانی بود که با انتشار عکس بی حجاب از خودش در صفحه اینستاگرامش کشف حجاب کرد و اینجوری اعتراض خودش رو بیان کرد و پشت مردم وایساد. ترانه علی دوستی از جمله هنرمندانی بود که قبل از شروع این اعتراضات هم با اظهار نظرهای جنجالی خودش خبرساز شده بود و با انتشار عکس افراد سرشناس در سینمای ایران که به زنان همکارشون تعرض کرده بودن جنجالی شد. نفر بعدی توی این لیست خانم شبنم فرشادجو، بازیگر خوب ایرانیه که بی سر و صدا از ایران مهاجرت کرده بود و خیلی زود بعد از مرگ مشکوک مهسا امینی در اعتراض به برخوردی که باهاش شده حجاب از سر برداشت. این خانم بازیگر از جمله فعالان و حامیان محیط زیست در ایران بود که آخرین بار با فیلم مردم معمولی رامبد جوان جلوی دوربین رفته بود. ایشون با انتشار عکس بی حجاب از خودش نوشت: مهم نیست کجای جهانم، مهم اینه که عاشق وطنم هستم و دیگه به عنوان بازیگر در ایران کار نمی کنم. بازیگر بعدی و یه جورایی میشه گفت اولین نفری که بعد از شروع اعتراضات کشف حجاب کرد خانم کتایون ریاهی بود که عکس بی حجاب خودش رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد. کتایون ریاهی هم بازیگر خوب ایرانیه که بعد از مرگ مشکوک مهسا امینی حجاب خودش رو در اعتراض برداشت. این بازیگر که بیشتر با نقش زلیخا در سریال حضرت یوسف پیامبر شناخته میشه، رسما با انتشار عکس جنجالی خودش دیگه برای همیشه از عرصه بازیگری کنار رفت و بعد از اون در مصاحبه با شبکه ایران اینترنشنال گفت: اینکه من کشف حجاب کردم درست نیست، چون حجاب هیچ وقت پوشش مورد تایید و انتخاب من نبوده که حالا بخوام اونو بردارم یا بر ندارم. کتایون ریاهی گفت: پوشش حجاب رو بدون میل باطنی و اجباراً استفاده می‌کردم و حالا در همدلی و اعتراض به مرگ مهسا امینی تصمیم گرفتم اون رو کنار بذارم. خانم کتایون ریاهی در ادامه صحبت‌هاش از اذیت و آزارهای شوهرش و ممنوع الخروج شدنش گفته. بعد از اون این خبرها به گوش رسید که ماموران امنیتی به خونه این خانم بازیگر حمله کردند که دستگیرش کنند، ولی خودش فرار کرده بوده و خونه نبوده و ماموران وسایل شخصی مثل لپتاپ و گوشیشو بردن و تا امروز هم خبری نداریم که این خانم بازیگر کجاست. خانم سحر زکریا، بازیگر خوب سینما و تلویزیون ایرانی که بیشترمون کارهای ایشون با آقای مهران مدیری رو در خاطرمون هست، هم با تراشیدن موهای سرش و انتشار عکسش در اینستاگرامش نوشت: موهایم بر شانه هایم سنگینی میکرد، بر جانهایی که به یک تار مو بسته است، دیگر مو نمیخواهم، آزاد کنید جانهای خسته را، جوانانم نیستند، گیس میخواهم چه کار، چندین سال است ممنوع الکارم کردید، اگر میخواهید ایرادی بگیرید مشکلی نیست. اخیراً هم خانم دنیا مدنی، بازیگر خوب کشورمون و دختر خانم رویا تیموریان که در یک نشست خبری در آلمان کشف حجاب کرده بود، حالا در صفحه رسمی اینستاگرام خودش عکس بی حجابی از خودش منتشر کرد و نوشت: حالا من
من هستم و چیزی که در آینه میبینم خود من است. میدانم ما به تصمیمات فردی اعتقادی نداریم و باید قبیله برای ما تصمیم بگیرد. از تصمیم فردی من عصبانی هستی و من تصویر ذهنی که تو از من ساختی رو نابود کردم. من برای زن، زندگی، آزادی خواهم جنگید و تو کم کم به این عادت خواهی کرد. البته شایعاتی از این که این خانم بازیگر در ایران نیست هم شنیده شده. بازیگر بعدی خانم خزر معصومیه که توی روزهای اخیر عکس بی‌حجاب خودش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. خانم خزر معصومی بازیگر خوب سینمای ایران که البته توی فیلم‌های کمی ایفای نقش کرده و بیشتر در زمینه تئاتر فعال بوده، 41 سالشه و با بازی در نقش ارغوان در فیلم برنگ ارغوان به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا فعالیت رو در عرصه بازیگری شروع کرد. بعد از اون هم در فیلم‌های باغ‌های کندلوس و یک مشت پر عقاب هنرنمایی کرد. در همون اوایل اعتراضات هم عکس بی‌حجابی از خانم ثریا قاسمی در صفحه اجتماعی منتشر شد، اما بعد از اون ایشون گفتن که کشف حجاب نکردن و فقط نیت و قصدش همدردی با خانواده مهسا امینی بوده و این تصاویر فتوشاپه. نفر بعدی خانم شیوا ابراهیمی بازیگر خوب ایرانی بود که کشف حجاب کرد و عکسش رو در صفحه اجتماعیش منتشر کرد و برای همیشه با ایران و بازیگری خداحافظی کرد. ایشون با انتشار عکس بی حجابش در اینستاگرامش نوشت: من یک زن ایرانیم که سالها بود از سر اجبار و ترس روسری به سر داشتم، ولی هیچ وقت به خواست خودم نبوده و نخواهد بود. این در جواب کسی است که به دروغ گفته زنان ایرانی خودشان به عنوان یک امر خودجوش حجاب رو رعایت میکنن و کسی هم به اونها تکلیف نکرده. خانم مریم بوبانی بازیگر پیشکسوت ایرانی هم نفر بعدی بود که بعد از شروع اعتراضات کشف حجاب کرد و با انتشار عکس بی حجاب خودش نوشت: رنج رنگی به موهای من نگذاشته، اما همین سپیدی را از روسری می‌رهانم. آخرین نفر در این لیست هم خانم آناهیتا همتی بازیگر خوب و سرشناس ایرانیه. آناهیتا همتی نسبت به اتفاقات اخیر در جامعه و اعتراضات مردمی در ایران این عکس رو از خودش منتشر کرد. خانم آناهیتا همتی بعد از کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات در ایران فیلمی از خودش منتشر کرد که موهای خودش رو تراشیده و موهاش در دستشه و اونها رو روی زمین می‌ریزه. یه جورایی خداحافظی خودش رو با دنیای بازیگری نشون داد و همین که پشت مردمش موند. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودیم. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.